بریتانیای کبیر بی شایبه و خیلی صریح محکوم میکنه حمله ایران رو علیه اسرائیل که میتونست به طور بالقوه هزاران تلفات رو در پی داشته باشه. ابعاد این حمله مشمئز کننده، اولین حمله مستقیم از جانب ایران علیه خاک اسرائیل، خطر جدی رو متوجه صلح و امنیت شهروندان سراسر خاورمیانه میکنه. بریتانیای کبیر همواره خیلی شفاف گفته که ایران یک نقش غیرقابل پذیرشی ایفا میکنه در بی‌ثبات کردن منطقه و همچنین مسئول اقدامات گروه‌های نیابتی است که از نظر نظامی از اونها حمایت کرده، از نظر نظامی، مالی و حتی سیاسی برای سالیان متمادی. از طریق این حمله ایران یک بار دیگر نشان داده که جدن قصد داره که هرج و مرج رو در منطقه خاورمیانه حکم روا کنه. بریتانیای کبیر همچنان ادامه خواهد داد به دفاع از امنیت اسرائیل و البته همه شرکای منطقه ما در این خاورمیانه از جمله عراق و اردن. استقبال می‌کنیم از اقدامات متحدانمون که تهدید ایران رو دفع کردند و می‌کنند و هیچ کسی خواستار خونریزی بیشتر نیست. بریتانیا همچنین ادامه خواهد داد به تلاش خودش و همکاری خودش در کنار جامعه بین‌المللی برای باثبات کردن وضعیت در خاورمیانه و پرهیز از افزایش تنش‌ها. بسیار حیاتی است که همه طرف‌ها حداکثر خویشتنداری را از خودشون نشون بدن و از هر اقدام که تنش‌ها را بیشتر کنه در منطقه پرهیز کنند. همچنین از ایران می‌خواهیم که کشتی MSC Ares و پرسنلش رو بدون تأخیر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند. اقدامات ایران هیچ کمکی به صلح برای اسرائیل و غزه نمی‌کنه و همونطور که در قطعنامه 27-28 شورای امنیت ذکر شده، بریتانیا همچنان مصمم هست به همکاری با شرکای بین‌المللی خودش برای رسیدن به یک وقفه فوری در جنگ در غزه تا کمک‌های انسان دوستانه به داخل غزه سرازیر بشن و گروگان‌ها از اونجا خارج بشن تا این وضعیت به یک آتش‌بس باثبات منجر بشه بدون ادامه جنگ ها و از دست رفتن جان های بیشتر. متشکرم.